سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کورون نشسته سلام فرهاد امروز با ماست سلام متاسفانه فرزاد مریضه و نتونست بیاد آره فرزاد داره امروز اپیزود 202 ماست و ما برگشتیم با دو تا موضوع جدید دیگه ام... چه خبر؟ اپیزود 202 دو, دو تا موضوع نیست یه امروز دو دیویز... برگشتیم آره. با دو تا موضوع جدید دیگه این هفته خبر این که ما دوباره این منجه. اشتباه منجه. رو کردیم و به دلایل فنی و غیر فنی ضبط ما افتاد یک شنبه. شنبه آره یک شنبه قبلا گفتیم عین فاز جمعه شب ایرانو داره شاید بدتر بعد براتون بگم که یاد جا میافتیم فرهاد آره دیگه فرهادی که قطعا یادش میافتیم آهنگ جمعه که اون جای بارون میچکید و یه آهنگ دیگه هم که وصل حال من و فرهاده اون باب آهنگ سگ هار شاهین نجفی چرا؟ میگه حال روزم مثل سگ هاره سگ چرا؟ همینجوری دیگه یک یاد سگ هار میافتیم کرونا هم که زده به کشور و کرونام زده ما اخبار خیلی بدی داریم از ایران میشنویم بسیار ناراحتیم امیدواریم که مدیریت بشه از تجارب کشورهای دیگه استفاده کنن برخلاف ضعف مدیریتی دیگه ای که داریم و همه شاهدش هستیم این یه مورد رو درست مدیریم آره اینو لطفا استثناء قرار بدن شوخی بردار نیست یعنی واقعا با بیس... طب سنتی و طب اسلامی و اینا هم نمیشه جلو این چیز رو گرفت و اینا نمیشه دود کردن آره اینو از در جلو لطفا جلو شو داستان داره میشه این اصلا هیچ نشانه ای از آرومتر رفتن نداره 20-20 برامون آره یه داستان خیلی عجیب شد چی شده؟ نه هیچی شاید مسیر رو تقیم کرد مواظب باشید دیگه هرکی که حالا اگه نخوندید راه های جلوگیری و ایناشو که برید بخوند. بخونید راه ساده ای اومده بیرون آدمایی که رو داشتن میکرو بیولوژیست و نمیدونم دکتر و اینا گفتن که مثلا دستتون رو چجوری بشورید و ماسک رو جوری استفاده کنید و این داستانا لطفا رو بخونید مواظبت کنید یه زیر دیگه من بگم از تمام کسایی که برای ما رفتن ریویو گذاشتن خیلی ممنون دستتون درد نکنه این خیلی به ما در آینده کمک میکنه که بیشتر شنیده بشیم و دمتون گرم دیگه اون به خودمون که طرف کردید کمک واقعا. یه انرژی خوب و دارم من انرژی داشتم نه نه من انرژی کامل داشتم <تصفح> انرژی <اینجو نجیو> نگرفت <تصفح> من انرژی از مکسیموم دارم لباس فرهاد می‌گیرم و جورابش اینا رو مچ میکنیم خیلی خوش ای از... این که کدوه اینم هم اسکیوازن <تصف> <تصف> اسب <باردو اصبم> داری <تصف> چی میخوای بگی امروز برامون امروز میخوام براتون از یه آرازی مشکی هم پوشیده چیزی نیست مشکی مشک, رنگ عشق <تصف> 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 <اشقه. تصف> <تصف> <عارف تصف> رنگ آره من یه اتفاقاتی چند تا پیش برام افتاد در نه اتفاق که نه یه شرایطی پیش اومد گفتم حالا راجبه این موضوع بیام صحبت دو. کنم کلا شما مثلا یه عیدی تولدی نمیدونم چیزی رو بخواید تبریک بگید یا بخواید تسلیت بگید چیکار میکنید از این از چه هر ای استفاده به شخص بسته داره به راه دور یا آره مثلا حضوری نمیتونی بری راه دور مثلا روش... کنم تکس... نگم آه. یا تکسی باید بدی یا مثلا زنگ بزنی چجوری تفره میرم وایس میذارم <تصح> نه واقعا من سعی میکنم نگم مخصوصا خبر باید خیلی کم این میشه که تلفن رو بردارم زنگ بزنم ام. اصلا نمیتونم ام. ولی هرچی به قول معروف غیر رسمی تر باشه برای من راحت دیگه مثلا تکس بدم برام راحت تر تا زنگ بزنم باز آره آره منم من هم همینجوری بودم من خودم خیلی آدمی نیستم که از این مدل تکس های رسمی دیدیم مثلا برای ای دو اینا امیدوارم سالی سرشار از سلامتی و فعلا. پول و نمیدونم اینا باشه براتون و سایه جنابالی در سر مستدام و آره ها. از این چیزه من خودم هیچ وقت دوست نداشتم اینجوری مثلا رسمی یه چیزی کلیشه ای که همه استفاده می کنم باشه خوش <تصفح> میده ما <تصفح> ما یا نمیگم یا بخوام مثلا تبریک یا تولد چیزی بگم سعی میکنم شخصی باشه حس به زندگی اون آدم باشه و حالا چیزی که من ازش میشناسم اینا رو گفتم که وارد این قضیه بشم که من دوست صمیمی خیلی قدیمی داشتم که چند وقت پیش یکی از عزیزانش رو از دست داد خود و من حالا مطلع شدم بعد من زنگ زدم اول با مادر ایشون صحبت کردم بعد روی همین قضیه از قبلم نشستم کلی فکر کردم که خب من چی باید بگم تو این شرایط بالاخره شرایط سختیه و تو نمیتونی همین جای کناش بگذری حالا یه حرفی بزنی و اینا باید حرف سنجیده باشه بعد یه چند سالی هم بود که میدونستم من حالا به شخصه به روح و زندگی بعد مرگ و این داستان هم باور نداشتم یعنی دیگه جمله‌ای مثل روحشون شاد و جاشون تو بهش رو نمیدونم دیگه چی میگن از درگاه خداوند متعالی مغفرت برای شما و سایر اینا رو هیچ کی نمیگه اینا رو فقط شما نه الان جای بهتری هستن و اینا آره خلاص اینا کار نمیکرد دیگه من قبلش فکر کردم چیزی که به ذهن رسید رسیدیم بود که بگم قطعا یاد خاطرشون به نیکی توی ذهن همه مثلا خواهد موند و اینا این میگن قم با آخرتون باشه هم زجیبی ها آره اونم میگن خودتون خودتون اینشالا بعدیش نیست. <applause> خب <خاطون رو تصفيق> <applause> آره نمیشه دیگه بالاخره هم هرچه خاک هشون بقای عمر آفرین از این جمله ها اینا بعد حالا با خود دوستم که حرف میزدم خب فرق میکرد بالاخره صمیمی بودی من باید یه مقدار بیشتر صحبت میکردم و اینا و یه چیزی باید میگفتم دیگه صرفا به گوش دادن و همینجور گوش دادن و اینا نمیشه قضیه ختم بشه بعد اون همینجور داشت خاطرات رو مرور میکرد و صحبت می‌کرد و از این هم خیلی ناراحت بود که هیچ کاری نتونسته بکنه داشت میگو مثلا من همیشه توی هر شرایطی که بودم هر مشکلی که پیش میومد بالاخره میدونستم یه راه حلی هست بالاخره میتونم یه کاری بکنم اه. ولی خیلی از این شاکی بود که توی این قضیه دستش بسته بود هیچ کاری نمیتونست انجام بده خلاص اینکه اون وسط ها که این داشت حرف میزنه خیلی داشتم به مقصم فشار میبودم با مثلا یه چیزی من این نیده میشه که یه چیزی گفت من راحت کرد شروع کرد از این گفتن که چقدر شاکی بود از جمله هایی که بقیه بهش گفتن واسه اینکه مثلا تسکین بدن مثلا تسلای خاطرش بشه آره یه چند شو مثلا گفته بود میگه که به من میومدن میگفتن آره درست میشه بعد این مثلا با گریه داشت داد میزنه گفت چی درست آه،, آه بعد از فوت این شخص آره مثلا بقیه اومدن بهش گفتن که اشکال هم مثلا درست میشه بعد این داشت گفت چی درست میشه مثلا این یه عزیزی مم. رو از دست اصلا درست, درست شدنی نیست یا یعنی اینکه میگم بهش میگم مثلا میگذره چی میگذره مم. یعنی مثلا بگذره من یادم بره میگم اصلا نمیخوام یادم بره مم. داشت میگم من دوست ندارم یادم بره از این میترسم که یه روز مثلا بشه ببینم این لحظه ها رو یادم رفته یه چیز بدتری که بهش میگفتن این بود که بهش اومدن گفتن حالا خوب عزیز تو مثلا مریض بود و از دنیا رفت اگه جای خانواده فلانی بودی چی؟ این آدمایی که توی هواپیما بودن چی بعد این داشت گفت با باشه خب اونا شرایطشون سخت ولی دلیل دیگه. این این دیگه از شعوری کمیه واقعا شروع کنید مقایسه از... کردن با مرگی یه نفر دیگه البته. یا مثلا شروع میکنی با بدبختی یکی دیگه مقایسه آه کردن ببخشید شروع میکنید شور کم و خیلی هم خب اونقدر مثلا به این کارون به این قضیه چقدر فکر کرده خیلی هم مثلا واقعا تو... نمیدونه یو هم واسه تو درد دیگر... یکی دیگره که به رخ این بابا نمیکشی که هرچی هم شده باشه که تفکرش حتماش نشه آره داستان که تو این لحظه هیچ کدوم از ماها هیچ تصوری هیچ فهمی از شدت و مدل در دو قمه اون طرف نداریم صد مثلا هر چی بخوایم بگیم مثلا هی بگی آره میفهمم و اینا واقعیت رو که نمیفهمید بعد این یه حرف چالو زد با سکوت کنید میگه اگه سکوت میکنن خیلی برای من بهتر از این بود که بیان این جمله ها رو بگم اونجا من این نفس راحت کشیدم این سکوتی که من کردم صرفا گوش میدم خیلی هم بیخود نبوده اکی. نیازی نیست من مثلا زور بزنم یه جمله بگم که بیشترینو اینو بخواد ناراحت کنه حالا آره اینو داشته باشین شماره یک بود شما دو قدیم یه چم... یه ماه خورده پیش که اون هواپیما داستان اتفاق افتاد و خطای انسانی و این داستانا شد آره دیگه بیشتر ازش. شیشه فر... شیشه بود. شیش هفت... آره یه ماه خورده یه پیش بعد اونم که خب دیگه همه توی شرایط یکسان بودیم همه غم و اصلا یه دیگه... یه چیز عجیبی بود یه اپیزود هم راجبش صحبت کردیم سردرگم بودیم همه بعد من داشتم با یه دوستی صحبت میکردم اونم خب شرایط مشابه همینجور چی کار کنیم هیچی نمی نسبت چیکار کنیم تتاکی رو برای من فرستاد اون موقع خیلی جالب بود تایتل تتاکی اینه که یه خانومی توش صحبت میکنم میگه که we don't move on from grief we move forward with it یعنی که حالا مفهومش اینه که ما از حالا غم و حالا اون ناخوشایندیایی که برامون پیش اومده ما اونا رو نمیذاریم و به زندگی ادامه بدیم یادمون نمیره داش که ما با اونها به ادامه بدیم و اونها همیشه مثلا ما رو با خودمون میبریم در آره اونها همیشه همراه ما هستن کل ما بعد حالا برید این تستاکو ببینید خود خود یه چیز پیر پیره نه تا خیلی جوونه خیلی آره خانم جوونه ام. ولی ببینید خیلی توش ببخشید <تصفح> جالب صحبت میکنه بعد شما همون تلتاک... بله, بله بودی <تصفح> 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 <تصف کمکی که به من کردی اون بله بود بعد این خانم اتفاقی که براش میفته اینی که توی بازه خیلی کوتاهی بچهشون میفته یعنی حامله بودن بچهشون میفته آره پدرشون فوت میکنه یه چند ماه بعدش هم همسرشون هم که سرطان داشتون هم فوت میکنه این دیگه یعنی مثلا حجمه نمیتونم آره همین دقیقا همین میگه که من به هرکی که میگفتم میگفت مثلا اونا میگفت ما اصلا نمیتونیم اینو تصور کنیم ولی خود خانواده خیلی با خنده میگفت اتفاقا باید تصور کنید میگفت تحقیقات نشون داده که, که احتمال اینکه عزیزان شما ببینن 100 صد درصده یعنی شانس از می رفتن میگن تنها قطعیتی که حالا وجود داره مرگه نه <تصفح> نه به این چیزی سرعت و همین داش میگفتش که داشت میگفت همه میگن که ما حتی تصور این قضیه رو نمیتونیم بکنیم میگه که اتفاقا باید بکنی به خاطر اینکه یه روزی برای هممون اتفاق میفته و این واقعیته درست حالا تو فرهنگ ما هستش که میگیم که حرف نزنید راجبش و نمیدونم <تصفح> از این چیزا ولی بالاخره یه روز برای همه ما اتفاق میفته و این موضوع بسیار مناسب عصر یک شنبه است آره و یه چیز دیگه هم این چیزای مسخره که دارم میارم تو جمع سه نفره ما یه نفر هست که مرگ اون دوتای دیگر دیگه رو چرا باید این فکت بگی یعنی یکی از ما بالاخره آخر می‌میره نه شاید هممون توی ماشین با هم بریم به سمت چیلی بک به سمت چیلی بک همه با هم میریم حالا ایشون رفتن از یه گروهی که همه عزیزاشون از دست داده بودن یه سوالی رو پرسیده بودن که بعد اینکه این اتفاق براتون افتاد و حالا مردم اومدن دور شما جمع شدن چی بود که بیشتر از همه شما رو اذیت میکرد کدوم جمله بود ام. خیلی بال جواب مشابه همین تجربه, تجربه دوست میم. منه آها این خانم رفته این فکر آره, آره، دوست رفته نه نه نه, نه،, نه، بابا خب این همون تتاکی است میگفتش که بدترین جمله که به ما میگفتن این بود که میگفتن مووان کنید اه. یعنی مثلا یه چیزی که الان اتفاق افتاد تو بعد یه مدت دیگه حالا یادت میره دردش کم میشه در... حالا درست میشه مثلا فارسیش درست میشه و میگو این بدترین جمله‌ایه که ممکن بود به من بگن خب. بعد الان شرایط زندگی الانش رو توضیح میده میگه که من دوباره ازدواج کردم با همسر جدیدش خیلی رابطه دارم. خیلی رابطه خوبی دارن چهار تا خبش. بچه حالا مشترک از ازدواج‌های قبلی دارن و همه چیز اوکیه خیلی خوبه ولی میگه من مووان نکردم هنوز اون قسمتی از زندگیش هست گفت اگه اینو بری به بقیه بگی مثلا میگه او مثلا تونست اون موفق شد یعنی اون اتفاقاتی که گذشته رو اتفاق افتاده رو پشت سر گذاشت و الان زندگی جدیدی شروع مم. کرد این ظاهر قضیه است میگه من موان نکردم اون قمی نبوده که من تو گذشته بذارم و بیام جلو میگه ما هنوز راجع به همسر قبلیم که صحبت میکنم از فعل حال استفاده میکنم مثلا هست. ایز استفاده میکنم هست به جای اینکه بگم مثلا پاز آره و خیلی جالب تعریف کرد میگفت همسر سابق من و عشق همسر سابق من باعث شده که من الان تو این شرایط باشم نبود همسر سابق من باعث شده که من الان تو این شرایط باشم <applause> می داستان چقدر قشنگ داره تعریف کنه <applause> داره از حالا اون غم اون فشاری که بهش وارد شده حالا چند سال پیش بعد فوت حالا همسر قبلیش استفاده میکنه که شرایط الانش رو توضیح بده ما تو یکی از قسمت هامون گفتیم که در نهایت ماز جبرانی در انتهای روز آخر روز این مایم ما که باید داستان زندگیمون رو تعریف کنیم مهم اینه که ما چه جوری تعریفش کنیم ما میتونیم اتفاقات بعدی که برامون میافته رو به بدی همیشه ازش یاد کنیم و بگیم که مثلا اوه فلانی مثلا با ما به هم زد فلانی توی کار مثلا زیرا به ما رو زد فلان 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 یا میتونیم شرایط رو عوض کنیم بگیم مثلا اون که با من به هم زد من این تجربه رو کسب کردم اون که سر کار با من اونجوری برخورد کرد من مثلا یاد گرفتم فران مهارت رو توی خودم به وجود بیارم این خانومه داره میگه با اینکه هنوزم عاشق همسر سابقشه میگه هنوز خاطرات مرور میکنم انگار همین الانه گفت انگار همین لحظه با من وجود داره اون از دست رفتن اون عزیز و مرگ عزیزش رو اینجوری تعریف کرد که میگفت اونه که باعث شده مثلا من الان تو شرایط فعلی باشم یه سوال این خانم تو چه شرایطی بودن وقتی شوهرش فوت شده یعنی تحصیل کرده بوده نبوده میخوام چه چه،, چه چیزایی کنار هم میاد که یه آدم میتونه اینطوری منطقی برخورد بکنه نمیدونم نگفت آها. ولی هلان... مثلا به خودمون بخوایم فکر بکنیم مطمئنا ای اینا آدما حالا برخلاف چیزی که خودش میگه من خیلی معمولی هم. این رفتارها رفتاری استثناییه که از یکی میتونه سر بزنه ولی خب این میتونه کمک کنه این الان کارش این شده که بره با بقیه صحبت کنه و حالا تجارب خودش رو در اختیار بقیه بذاره اون دردی که کشیده رو مثلا راههایی که باش کنار اومده رو به بقیه منتقل کنه من احساس میکنم حالا حرفی که کارون زد به نظر من درسته توی فرهنگ ما ما انقدر در مورد این صحبت نمی کنیم و انقدر میندازیمش عقب و اصلا نمیخوایم در مورد صحبت بکنیم که اصلا موقعی که اتفاق میفته نمیدونیم چه جوری در موردش صحبت بکنیم یعنی اصلا به همون یاد ندادن که در موردش چه جوری صحبت بکنیم من خودم حالا توی چند سال گذشته چند تا عزیز رو از دست دادم و واقعا میدیدم که آدما نمیدونن چی کار باید بکنن چی باید بگن چی نباید بگن و یه سری چیزایی که میگفتن اصلا آدمو اذیت میکرد واقعا یعنی اینطوری بود که خب اصلا حالا چرا اصلا تو همچین حرفی میزنی این چه کمکی به من میکنه ام. که در راستاش حالا بعدا هم صحبت میکن. بعد خیلی جالب اشاره می... اشاره میکرد میگفتش که این <applause> فرار شده میکروفون رفت رو رو میگفتش که چرا مثلا این قضیه مووان کردن رو ما برای اتفاقات خوشایند نمیگیم میگه مثلا اونم بد... میگذره دیگه به هر حال مثلا میگه بچه یارو به دنیا میاد خب حالا چی میگن حالا تولد یه سالگیش دعوت میکنیم میگه تولد پنج سالگیش میشه ما نمیگیم بابا دیگه مووان کنی که بس دیگه مثلا پنج سال پنج بار ما رو دعوت که یه چیز ماهگر آره ماهگره تا سال اول آره با اوه. تمای مختلف و با تم خفاش و تم مثلا سیندرلا دیدم خ... آخه عکس دیدم که بتمنی بوده بتمنی مارول بگید مارول و دی سی بلید. آره و خیلی جالبه دیگه این نوع نگرش ما به غم و شادیه چجوری شادی رو دوست داریم نگهش داریم سفت همیشه تجربهش کنی ولی به غم که میرسه میخوایم دورش کنیم نمیخوایم بهش بپردازیم در صورتی که احتمالا جفتش باید همزمان پردازش بشه و جفتش بالاخره تو زندگی لازمه و اتفاق میفته اجتناب ناپذیره ای کاش طوری بود که میشد غم نباشه ولی نمیشه طبیعت و داش میگوش که یا حالت به صورت موازی شما چیزهای مختلف ممکن تجربه کنید وقتی یه همچین غمی داری میگه اون آدم ناراحت الان ولی مطمئن باشید یه روز خوشحال خواهد بود ولی دوباره ناراحت خواهد شد یعنی مثلا یاد اون از دست رفته که بیفته قطعا ناراحت میشه قرار نیست پسوردا راحت بشه برد. ممکنه با کنار بیای ولی اون با تو میمونه برد. و این نوع نگرشه که به نظر من خیلی ارزشمنده و دیگه براتون بگم که پس ما میتونیم مثلا از افراد این اینچنی مثلا یاد بگیریم دیگه با اینکه مثلا استثناء <تصفيق> نه, <تصفيق> واقعا. <فرها> <applause> نه آخر نمیدونم واقعا فرهاد نمیدونم واقعا یاد دیگه. دیگه. آره که شده. آخر این مثال ها وجود داره ولی واقعا اینکه تو توی اون شرایط بتونی واقعا همچین منطقی بیزی فکر بکنی چون انقدر افکارتون لحظه مخشوش و انقدر چیزای مختلف تو ذهنته من فکر نکنم ایشی بتونه انقدر لاجیکال با این موضوع کنار بیاد من مطمئنم که این خانم هم موقعی که اتفاق افتاده بود همون لحظه نشسته بگه خب من سه تا عزیزم از دست دادم ولی الان میخوام منطقی باشم در موردش وقت گذشته بهش فکر کرده و مثلا بعدا به این نتیجه رسیده که راه درسته مثلا دیل کردن با این قضیه یا مثلا کنار اومدم با این قضیه اینه آره حالا اون تون لحظه چه اتفاقی افتاده رو ما نمیدونیم اینم نمیگه که مثلا ناراحت نباشی میگه تو باید ناراحت باشی ولی ام. میگه یه چیز گذراست امروز ناراحتی فردا خوشحالی تو اون لحظه ممکن اصلا تو به فکر هزار تا نیاز دیگه هم باشی اینا رو توی شوش میگه حالا دوست داشتید نگاه کنید و اینو می‌خواستم با این دوست که فقط لینکشو بذاری. آره با دوستم صحبت می‌کردم میگه تنها کسی که به من کمک کرد توی کسایی که حالا هی میخواستن کمک کنن صحبت کنن اینا میگو یه نفر یه کتابی به من معرفی کرد حالا اسم کتاب هم یادم نیست ولی با مفهوم مشابه بود هم. که اون غم و درد شما قرار نیست از بین بره قرار نیست کم بشه چون با این زندگی خواهی کرد میگو این تنها چیزی بود که به من توی اون کمک کرد و همین دیگه یه <تصفح> تا فوقا میشه در این مورد دیگه صحبت نکف همه انرژی رو گرفت اولین اپیزود ما خمیه <applause> مرگ صحبت بکنیم و نکنیم من یه تجربه دارم اینکه که مام بزرگی مامانه من وقتی که در قید حیات بودن من. خیلی آدم خوشمشرب و خیلی شوخی بکن و اینایی بودن اواخر عمرش مثلا سال آخر خیلی راجع مرگشون و روز فوتشون اینا با بقیه صحبت, صحبت میکردن صحبت. وقتی که مثلا جمع زیاد همه نوه ها و نتیجه اینا بودن خیلی با خنده و کمدیوار راجع به این قضیه صحبت میشد و بعد خب حالا افراد دیگه هم دل میدادن به این کار میگفتن آره این کار میکنیم اون کار میکنیم به فلانی میگیم بیاد این تدارکات رو میبینیم و خب واقعا این اتفاق انقدر گفته شد. که همون شکلی که طرف میخواست برگزار شد واقعا کسی اونقدر ناراحت نبود از اون اتفاق و اصلا یه به قول یه فستیوالی بود اون یه هفته توی فامیل خیلی همه با خوشرویی میرفتن میمدن یه جو عجیب بود که انگار مثلا انگار انگار که این شخص رو ما از دست داده بودیم چون که میگم همونه دیگه در صحبت کردید یعنی اینطوری نیست که انقدر تو بهش فکر نکنی بذاریش اون پشت مغز اصلا تو ذهنت هم نیاد که وقتی اتفاق میفته یهو مثلا سورپرایز بشی یعنی وقتی که باش در موردش صحبت میکنی به هر حال یواش یواش با اینکه خیلی چیز ولی خب یواش یواش باش کنار میای دیگه میریم سر جالب هفته جالب داری؟ آره. میخوایی در راستای همین موضوع من اون جالب خودم رو بگم بگی اول اولیه تو خ... بگو. نه اول ب... آقا چرا گیر دادید به آقای شجریان ما میخواستم بگم اینو بگی اصلا راستاد. چه من اصلا نمیفهمم این موضوع رو بگو که... چی شده؟ که حالا ایشون خیلی وقته که حالا حالشون خوب نیست ده ساله که کسی ازشون هیچ خبری نمیگیره یهو الان مثلا شایعه شده که ایشون فوت کردن توی فلان بیمارستان همه ریختن دم اون بیمارستان نه به ما بگید اصلا به ما چه ربطی داره حالا اتفاقی که افتاده بود که خبرگزاری رسمی اینو اعلام او کردن اصلا اونا رو که اصلا 4 5 تا خبرگزاری رسمی اعلام کردن و خب بقیه هم دیگه ما بگیم ما الان کجای تاریخ هستیم آقا چند روز پیش خبر اومد که ایشون فوت شدن بعد چ... چند ساعت بعد فوری تکسیب شد که, که سرشون تکسیب کرد مصاحبه همانیش. با دخترشون رو دیدیم بعد همایون شجریان عکس نوار قلبیشون رو نشون داد و اینا گفتن که خب این اتفاق نیافتاده بعد ایمای استوری رفتش که الان ما صحبت میکنیم هنوز ایشون زنده هستن آره. چهار آره بعد ایما یه استوری حالا... رفت آره من یه استوری رفتم که آقا شایعه پرکنی نکنید این, این شایعه به هیچ کسیش کمکی نمیکنه حالا شما بیاین حالا هی بگید ایشون فوت کرده اصلا آقا گیریم که ایشون فوت کرده خدای نکرده ایشون از بین رفت به شما چه مال یه نفر یعنی پدر یه نفر دیگه از فامیلی یه نفر دیگه است مردم ریختن در بیمارستان ما باید بدونیم آخه به نمیدونم به کل مردم هیچ به نظر من مرگ با این, این, این الفاظ نه ولی منظور که آره شرایط بدتر آخه فکر کن پسر طرفو آوردن جلو دوربین اینطوری که نه به ما بگو اون تو میدی تو چه شرایط بدی داره زندگی میکنه اون وظیفه او نداره کرد یعنی همایون شجریان آوردن؟, آوردن که نه باید همین الان وضعش چطوره آخه به تو چه همین الان وضعش کاراکترای مثلا مثلا آقا شجریان یه که اصلا هنر این مملکت بدون دو آقای شجریان تعریف نمیشه و خب. من اینو قبول دارم حالا و, و... چرا تو اکستریم شدی اصلا عصبانی شدم واقعا سر این قضیه که یه اساش خورده کی گیر داده بودن ایت چی تو خوشحال میشی ول کن تا تمامش کنی این اپیزودو اینا یک شنبه است برای چیزا می هورموناش بالا پایین شده داره دهن ما رو سرویس میکنه بگو شما آره خب شایعه پرکنی نکنید بله دیگه چیزی دیگه اینکه ما این هفته خوب رفتیم آه ماز جو ماز ماز اون مازیاره کارو نوشم اینو یادم نمیخوشو پرت کنه خب چطور خیلی نمک پاشکی میگه خیلی شما راضی بودیم من خیلی لذت بردم خیلی قوی بود از اول تا آخرش خیلی مداوم میشون آره یعنی اصلا کم نذاشتم آره بال بود تو گفتی که سال پیشم رفته بودی من سال پیشم رفته بودم با همون کیفیت ادامه داشت من سال پیشش فکر کنم بیشتر دوست داشتم سال بیشتر دوست داشتم آره من دفعه کلا که اون شوی که رو نتفلیکس داره از همه با خلاف بیشتر دوست دارم <applause> سال پیشش بعد آخه اون میدونی که وقتی که مثلا یه شو رو نتفلیکسه اون آره اون که بهترینه صد بار تمرین شده تمام نه اصلا بهترین جوکاشو میداره برای اونجا آره این آره سری میکن... چند تا تکراری داشت انتظار جوکای چیز داشتم یکم جوکای مثبت 18 داشت آره خیلی کم بود کم بود چرا مگه معمولا جوکای مثبت 18 دارم آره توی اون توی اسپشال هست و من خیلی حال آره کردم آره پارسالش داشت. هم داشت این سری نداشت حالا چون ما ایرانیم و خیلی فرهنگی مو اصلا نمیدونم این چیزا صحبت نه ولی جالب بود یعنی به نظر من خیلی مسلط اومدن و جمعیت هم که اصلا خیلی خارجی اونجا بود خیلی از ملیت مختلف و چقدر حالا اینو کردیت بدیم حالا من ندیدم شو قبلشون به آقای ماز به, به ماز و اینه که با به قول حالا خارجیشو میدم کراود ورک میکنن یعنی با تماشاجی مثلا آره صحبت, صحبت میکنن اینا نه همه نمیکنن چیزی که بود این بود که بعدا از اون متریالی که با افراد در میمد و صحبت میکردن بعدا از تو جوکاشون هم استفاده میکردن و آره بداهه سر بداهه بداه میگفت خیلی خیلی قشنگه آره خلاصه دمشون گرم ما رفتیم لذت بردیم این قبل از کرونا بود یعنی قشنگ ما رو آماده کردن که بریم برای یه هفته ای تو کرونا توی بدبختی و بیچارگی خیلی خوب میخوای تاون کنی هورمونات خیلی جا به جا شده چرا سروتونینت فکر کنم افتاده راست میگم افتاده دوپامین نشون پایین سرتونین پایین باشه دپرس میشی آه فکر کنم بالا باشه دپرس نه میشه میخوای زر در مورد دوپامین سر تو اینو صحبت <تصفح> <تصفح> کنی چه <جو ایفلوسن افلا> مغزم بیشتر و فایتر فلایت <تصفح> خیلی خب این بود قسمت 202 ما ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام تصویری این اپیزود رو هم میتونید توی یوتیوب با کیفیت بسیار بالا 4K بسیار <applause> <4K>. بالا <applause> تماشا بکنید با ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ